یه زیر قدیتر بشه. پس از سپری شدن دو هفته، گروه به امید دیدن تصویر یک جفت پلنگ به سراغ دوربین باز می گردد. درجه حرارت کم، نمیتوان به رسانه دسترسی یافت. دوربین فیلم برداری را گرم کنید. تنها دستاورد سفر دشوار قبلی بود. به امید روزهای آفتابی آینده، دوربین مجدداً راه اندازی شد. متاسفانه باز هم نتیجه‌ای نگرفتیم. بالاخره تعامل با دامداران و روستاییان نتیجه داد. 10 روز مانده به سال نو، گزارشی مبنی بر حمله گرگ پیری به 2 گاو اهلی به دستمان رسید. بررسی گروه تحقیق نیز صحت عامل حمله را تایید کرد. اصلا که الان که وسط کاری همون شد دیگه. اگه کی میگه دیگه. خب بیا اینو ببندش. واسه این میخوایش برام یا نمیبینی؟ یا؟ نمیبینی؟ اینجوری میخوایی بسندش خالی. این الان فایده نداره. نه درسته. ده ده الان داره این که لاز نخون. خب ببندم در رو. تموم شده؟ آره. الان فیلم داره میگیره؟ آره. خب ما بریم فیلم دقت میشه؟ آره. دوباره چون میشه؟ آره. یک لحظه برو اونور من کادر رو ببینم. دوباره بیا مثل خرسه. بسه ما از اون پاییم. از پاییم بیا. از پاییم. شروع کنم؟ آره عالی، دم عالی، درش آروم ببندی. شب اول سمور سنگی. تجهیز دوربین به سیستم دید در شب به کمک ما آمد و نور نامرئی مادون قرمز که با چشم حیوانات دیده نمی شود رفتارهای طبیعی این گوشتخوار را به تصویر کشید. و شبهای بعد روباه معمولی که احتمالاً دومش قبلاً در تله گیر کرده و باز هم سمورها در شب. به خاطر نزدیکی لاشه ها به روستا، برای امنیت بیشتر تمامی گونه ها در تاریکی شب به سراغ لاشه ها می آیند. این تصویر از معدود تصاویر این گونه در طبیعت ایران است. و شبها همچنان سپری می شود. Thank you.
پلنگ به خاطر توله هایی که باید به زودی متولد شوند به لاشه خاری پناه آورده است. ثبت بیش از 40 دقیقه از رفتار لاشه خاری پلنگ موفقیت بزرگی برای من پس از تحمل 4 سال مشقت. به زودی صاحب 1 و یا شاید 2 نوزاد می شود. انرژی فراوانی گروه را فرا گرفته به این امید که آنها را به تصویر بکشد. بهار آغاز شده و زیستگاه های پایین دست به اشغال دامداران و روستاییان در آمده است. گروه پس از چند سال این را به خوبی می داند که ماده پلنگ به خاطر امنیت توله ها و دسترسی به طعمه به ارتفاعات پناه می آورد. و باز ابرها، این مهمانان همیشگی. ارتفاعات حدود 4000 متری، مه و رطوبت بالا کار تصویر برداری را با مشکل مواجه کرده. حتی مادر رو با طوله ها رو داری؟ دارم با آرامش علف میخورم. برای کم کردن تنش، پلنگ ها و خرس ها رژیم غذایی و تا حدودی زیستگاه های خود را از هم جدا کرده اند. در بهار و تابستان، خرس ها بیشتر از علف های تازه و حشرات تغذیه می کنند و این در حالی است که پلنگ غالبا در تعقیب گوساله ها و بزغاله های تازه به دنیا آمده علفخواران وحشی است. یعنی ثبت رفتارها چون خیلی جالبه. طول خرسا تا 1.5 سال با مادرشون میمونند و برخلاف سایر گوشتخاران اغلب از گیاهان و علفها تغذیه میکنند. مادر بزرگترین گوشتخار روی خشکی مهربانترین و فداکارترین هم هست. مادر برای نگهداری و حمایت از فرزندانش دچار استرس های فراوانی میشه. فتولا یه خرس بهشون حمله کرد. فتولا بودو پشت دوبی یه خرس بهشون حمله گیدتشون. فکر میکنم خرس نره دونم سمتر سر ایبه برو سر ایبه منظرم این نره. بعد شد دوره فقط باتری بده شروع نکن ای بابا بده کجا هم؟ درمان کجا؟ همون جای قبلی ولی خب طوله ها رد تا پشت زخری ها. خرسنر با استفاده از حس بویایی بسیار قوی خود در پی یافتن طوله هاست و ماده خرس با تعقیبش قصد دارد توجه او را به خود جلب و سرعتش را کم کند. قطع شد. نه مال باتریش نیست. بده شهر رطوبت گرفتدش. ای بابا چقدر بچانسیم ما. همین ده ثانیه میگیریم. ایب نداره هرچه هم میتونی صحنه دیگه تکرار نمیشه. خیلی خاصه این صحنه.
متاسفانه بسیاری از تصاویر درگیری خرس نر و مادر توله ها به علت رطوبت بالای هوا ثبت نشد. تلاش خرس مادر و درگیری او با یک خرس نر که جسه‌اش به مراتب بزرگتر از خودشه، حکایت از غریزه مادری قدرتمند خرس داره. جفتشون رفتن پایین، دیگه دید نداری ها؟ داری؟ ها، لب صخران، الان کاتر خارج شدن. آره، منم دیگه دید نداری. هیچ کدوم نمیبینی؟ نه. کجاست؟ من تو دوربین فقط میدیدم. خیلی دوره. ببین بر نمیگردن. نگاه کن. یکی اومد بالا ولی خیلی خوب دید ندارم. فاصله زیاده. ببین یکم پایین تر از همون سهره. یکم پایین تر. یکیشون برگشت. میکنم ماده هست ولی خوب دید ندارم. توله کجان؟ توله رو نمیبینی؟ نه توله هست نه نره. احتمالاً توله‌هاش کشته شدن. احتمالاً شاید هم داره دنبالشو میگرد. چقدر سریع فرار کردن. خیلی عجیب بود. نره مشخصه؟ نره مشخصه؟ نه فقط همون یکی هست. احتمالاً توله‌هاش یا کشته شدن یا گمشون کرده دنبالشن. حالا این نره دیگه نه؟ شاید ماده باشه. آره. دارم آدم باشه. خیلی این صحنه خاص بود، قابل تشخیص نیست. فاصله خیلی تو مقاله ها اینو خوندیم ولی هیچ وقت تو فیلم ها دیده بودشون؟ من تو هیچ فیلم ندیدم. من واقعا ندیدم تو این چند سال. خیلی این صحنه خاص بود. گناه داره مادره، خرس مادر گناه داره. احتمالا طولاش کشته شدن. نره کجا سالا پیداش هم یه لحظه دارم من دنباله ارو بو پیداشو میکنن. یعنی که خیلی بینایی اینها قوی نیست، شاید به زحمت بیش از 20 متر رو تشخیص میدن ولی بویایشون فوقلاده قویه. بویایی خیلی قوی دارن ولی با بویایی جهت رو تشخیص میدن، بعد با بینایی میبیننشون. در واقع این استراتژیشونه. چی ضبط شد؟ چی نشد؟ قطع میشد بزن باتری نداری من بسنن. هم هارد پره هم باتری نمیدارم. چی شد؟ ماده ها تا زمانی که توله ها رو دارن دیگه فحل نمیشن. به خاطر همین نرا برای اینکه ماده ها فحل بشن توله ها رو میکشن. خیلی جالب، اغلب مقاله ها در مورد این قضیه نوشته که بزرگترین عامل مرگ و میر خرس ها از بین رفتن توله هاشونه. اینطور که بعدها از بازبینی تصاویر مشخص شد، تلاش مادر برای کم کردن سرعت خرس نر نتیجه داده و این بار توله ها از خطر مرگ نجات پیدا کرده اند. ولی خرس نر همچنان در تعقیب آنهاست. مرال، بزرگترین گوزن ایران. گاوبانگی یا همون نمایش قدرت گوزن‌های نر برای تصاحب ماده‌های بیشتر. شاخی بزرگتر، شاخکی بیشتر.
از قلم روی من برو بیرون. قدرتی بیشتر یعنی انتقال ژن قوی تر به نسل بعد. بالاخره در غیاب گروه پلنگ در ارتفاعات بالاتر از جنگل ظاهر شد که تصویر آن توسط محیطبانان به ثبت رسید. گوساله مرارها و پیرترها تومه دیگر برای شکارچی با شکوه کوهستان. ظاهرن فضای دید باز، تعداد بالای چشم‌ها و هوشیاری گله کار شکار را در طول روز برای پلنگ دشوار کرده است. اما با غروب آفتاب نوبت برتری چشمان پلنگ است. بعد لاشه مرالی که توسط پلنگ شکار شده بود پیدا شد. احتمال حضور ماده پلنگ و توله هاش بر سر لاشه بسیار زیاد. رسیدن دوربین تله‌ای برای در امان ماندن از دستبرد دیگر گوشتخاران، لاشه بر روی درخت کشیده شد. حضور بر سر لاشه میتونه بسیار خطرناک باشه، اما گروه شتابان و امیدوارانه شانس خودش رو امتحان میکنه. از خودش جزء جیره غذایی پلنگ محسوب میشه. هر لحظه ممکنه پلنگ از راه برسه. اونا خواسته دست به کار خطرناکی زده و ممکنه جان خودش رو از دست بده. و این بار هم بخت با گروه یار نبود. آقا بفرمو چایی درمان شما دستو رو نکنه چشمی امازه بشه فقط بارمو خوش میشه آقا امروز پلنگ نهیدی که پلنگ نهیدی. صحبت های دامداران حکایت از حضور پلنگی در صخره های آن حوالی دارد.
آیا پای یک پلنگ جدید در میان است؟ یکی هم نگه داره دیگه. خب این پای کیه اینا؟ فقط کادر، کادر باقر برو برو همو برو برو همونجا بایست همونجا بایست اولین جا کجاست؟ خب خالهای هر پلنگ مانند اثر انگشت انسان‌ها منحصر به فرد است. مقایسه خالهای این پلنگ با ماده پلنگ قبلی از جمله شکل هلالی زیر سینه و شکستگی دم نشان دهنده این واقعیت است که هر دو تصویر متعلق به یک پلنگ است و این گویای این است که طی 2 سال گذشته این پلنگ توانسته است جان خیش را حفظ کند. اما با توجه به فاصله زیاد مکانی دو تصویر ثبت شده و حدود 40 بار تلاش ناموفق گروه در منطقه البرز مرکزی می توان به این نتیجه رسید که تعداد پلنگ ها بسیار کمتر از میزان پیش بینی شده است. سرانجام در زمستان 6 سال جستجو ناگهان با یک خبر همه چیز فرو ریخت. یا الله یا الله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. یا الله خوش اومدید. کی دیدم آجا؟ تو وقتی تابستان بودیم تابستان امسا؟ نمیدارم شکارچی ها کنم کنم کشتن ها خلصه عکس کشتن؟ نه بابا کشتن بودم؟ فیلم بشی کلیپ سنده فیلم بشی کلیپ با موبایل؟ با موبایل داری؟ مال امساله آجا؟ ها؟ مال امساله؟ امسال تابستان بود داری همه شان داری؟ بلد دان بچه های شما بچه های شما میشناسه کسی که کشته یا اینکه نه؟ نه نه ما عکس از دیگران گرفتیم از دیگران عکس گرفتیم نمیدونید کیه؟ نه دو تا هم طوله داره با دو تا طوله کجای آج آقا؟ کجای آج آقا؟ مرتبه پلاش اون برد پلاش؟ پلاش همینجا پلاش و کونبریه مادر
باتون سر چی کشتن؟ همینجوری کشتن یکی نه سر گاو یه چیزی رفته بود نه سر گاو نبود فکر همینجوری بود تو بولد همین خونیه بدنش و این تنها سندی بود که به دست ما رسید. مقایسه شکل خالها این واقعیت را آشکار کرد که ماده پلنگ به قدر رسیده توسط شکارچیان متفاوت با ماده پلنگ قبلی است. خانواده ضربه مهلکی بر پیکره حیات وحش البرز بود و این بزرگترین تراژدی البرز است. پس از انقراض شیر ایرانی و ببر مازندران، پلنگ ایرانی بزرگترین گربه‌سان ایران به شمار می رود که در زمانی نچندان دور در گستره وسیعی از کشورهای غرب آسیا زیست می نمود. امروز ایران مهمترین سنگرگاه این گربه‌سان ارزشمند به شما می رود، به طوری که بیش از 60% کل پلنگهای غرب آسیا را در مناطق کوهستانی خود جای داده است. با این حال این گونه که نام کشورمان را نیز با خود یدک می کشد، وضعیت چندان مناسبی در ایران زمین ندارد و شکار خود آن و طعمه هایش و از بین رفتن زیستگاه ها باعث شده که جمعیت آن روند نزولی داشته باشد. مطالعات نشان داده است که در ایران هر هفته به طور متوسط یک پلنگ توسط انسان از پا در می آید که متاسفانه بسیار فراتر از میزان زاد و ولد آنهاست. بدون شک آینده پلنگ ایرانی در غرب آسیا در دست ایرانیان است و با وضعیت کنونی سرنوشت روشنی در انتظار این گربه‌سان بزرگ زیبا در کشورمان و به دنبال آن بر روی زمین نمی باشد.